با سلام مجدد و وقت بخیر، همراه شما هستیم با بخش خبری در یک نگاه این ساعت. سیل در شهرهای مختلف باعث ادامه خرابی و ویرانی واحدهای مسکونی و آب گرفتگی های گسترده شده است. در استان اصفهان یک خانه در محله بنجیر تخریب شد. در سواد کوه چند واحد مسکونی تخریب شد. در شیراز و مناطق اطراف آن آب گرفتگی های گسترده ایجاد شده است. गेलड़ी अबड़े हाट के नहीं गेलड़ी है दा सलीम ने जालो ब्रो خانم مریم رجوی: بار دیگر سیل ویرانگر شهرهای میهنمان را فرا گرفته است. سیلی که در اثر بیتوجهی کارگزاران چپاولگر رژیم مخربتر شده و قربانیان بیشتر میگیرد. با صمیمانه ترین همدردی‌ها با مردم سیل زده در نائین، کاشان، آران و بیدگل، یزد، زرند و نطنز و سایر مناطق کشور، از عموم جوانان غیرتمند می‌خواهم به یاری هموطنانی که در سیل گرفتار شدند، به خصوص کودکان و زنان بشتابند و کمک‌های خود را مستقیماً به دست آنها برسانند. سخنان نمایندگان پارلمان اروپا در اجلاس رسمی 5 اردیبهشت این پارلمان با حضور جوزپ بورل پیرامون ضرورت تصویب یک قطعنامه در محکوم کردن جنگ افروزی رژیم ایران و لیستگذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا. ریچارد چارمسکی نماینده پارلمان اروپا از گروه محافظه‌کاران و رفرمیست‌های اروپا گفت رژیم ایران سر مار جنگ و ترور و بخش فعال و اصلی جنگ در منطقه و اروپا است. زمان آن است که خامنه ای سر ما را مجبور کنیم که قیمت این جنگ ها را بپردازد. Wars that are threatening European peace and tranquility. They are providing drones and missiles that to kill Ukrainians and they were the instigator of the war in Gaza with so many casualties. گای فرهوشتاد نخست وزیر سابق بلژیک و نماینده پارلمان اروپا از احزاب لیبرال اروپا در سخنان خود گفت ما از استراتژی بورل خوشمان نمی آید. شما باید استراتژی خودتان را تغییر بدهید. استراتژی دیپلماسی مماشات به هیچ جایی نمی رسد. گای فرهوشتاد افزود هر بار می گویید ما تحریم کردیم. چه تحریمی؟ سپاه پاسداران را لیستگذاری کنید. زمان آن است که اپوزیسیون را به رسمیت بشناسید. اپوزیسیون ایران نماینده مردم ایران است. دیپلماسی با رژیم ایران را تمام کنید. An appeasement leads to nothing at all. To nothing at all. And you are saying yeah but no we did sanctions. What sanctions we did? Only 3 or 5 people. How many it are? You can tell us. I think it are 3, 4 or 5. Simply for exporting weapons to Russia. So this parliament asks you to change the strategy based on real sanctions against the leadership of Iran. First, secondly, recognizing the Revolutionary Guard as a terrorist organization. I don't understand why you don't do it. And finally, don't start to continue with diplomacy towards the regime. It's time to recognize the opposition and to دیوید مک آلیستر، رئیس کمیسیون خارجه پارلمان اروپا نیز گفت دو هفته قبل رژیم ایران از زیر سایه نیابتی ها بیرون آمد و تمامی منطقه در خطر درگیر شدن در یک جنگ قرار گرفت. رژیم ایران یک موجودیت تروریستی است. سپاه پاسداران هنوز در لیست تروریستی قرار نگرفته است. این کاری است که بایستی فوراً انجام بشود. Iran has come out of the shadows now of this proxy situation and the existence of the entire region, the danger of a war is palpable.
سناتور آمریکایی تیم اسکات از قطعنامه کنگره آمریکا در مورد رژیم ایران حمایت کرد و گفت این یک گام اساسی در برابر رژیم ایران و نیروهای نیابتی تروریست آن است. بایدن از مورد حسابرسی قرار دادن رژیم ایران خودداری می‌کند. زمان تغییر فرا رسیده است. یک ماده کلیدی قانون ابطال بودجه رژیم ایران است که در سنا تصویب شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم می‌کند گزارش کاملی از تمامی تحریم‌ها و اقدامات سیاسی رژیم ایران به کنگره ارائه دهد. خبرهای از جنگ در منطقه. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات مصری و مقامات سابق اسرائیلی نوشت اسرائیل تصمیم گرفته که طرح یک حمله نظامی برای تصرف رفح را عملی کند. یک مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل گفت علت اصلی که ما وارد رفح نشدیم این بود که قرار بود یک توافق با حماس صورت گیرد. حالا مردم می‌دانند که توافقی در کار نیست. رویترز گزارش داد اسرائیل در آماده سازی برای حمله به رفح اقدام به آماده سازی برای تخلیه غیر نظامیان رفح کرده است. منابع اسرائیلی گفتند اسرائیل ده ها هزار چادر برای غیر نظامیان فلسطینی که قصد دارد در هفته های آینده از رفح تخلیه کند تهیه کرده است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت از ماه اکتبر تا کنون نیمی از فرماندهان حزب الله در حملات ارتش اسرائیل کشته شدند. وی افزود نیمی دیگر که زنده ماندند اکنون در حال پنهان شدن هستند و جنوب لبنان را در برابر عملیات ارتش اسرائیل رها کردند. و خبر آخر. سایت حکومتی رویداد 24 در جنگ گرگ‌ها در مورد امام جمعه خامنه‌ای در تهران نوشت صدیقی با وجود تمام این منکرات و تخلفات همچنان بر مقام خود تکیه زده و نمازگزاران باید کماف سابق به ایشان اقتدا کنند. این امر نمونه بارزی از شکاف میان حاکمیت و شهروندان است. این رسانه حکومتی افزود زمانی که صاحب منصبی دچار خطا و یا بدتر از آن دچار فساد می شود کمترین انتظار مردم استعفا و عزل و در مرحله بعد محاکمه فرد متخلف است. بتران که منتقدان و افشاگران فساد را تهدید کرده و برای روزنامه نگاران و اهالی قلم پرونده سازی می کنند. با تشکر از همراهی شما وقت بخیر و خدا نگهدار.